سلام دوستان، با کانال نکاتاب خوش آمدید. همه مکتب‌های دنیا قاعده و قانون‌های خاصی خود را دارند، اما مکتب‌های ژاپن نسبت این قاعده و قانون‌ها سخت‌گیرتر هستند و همین سبب می‌شود که طلبه‌ها و مکتب‌های ژاپن از دیگر جای‌ها فرق کنند. در این ویدیو نسبت همین قانون‌های عجیبی مکتب‌های ژاپن صحبت می‌کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال نکاتاب و سرپرست برنامه امروزه کانال نکاتاب این شرکت یک ایکس می باشد که سیلک شمان در اولین کامنتاری زکریپیت کردم میمونم. کسانی که میفهمید ایچ شرکت های میتونین دروین بازی هاتون را دوام دادن گیریم و پرامکودی نکر استفاده بریم با شما $100 بونوس میتین که برای دپازیت اول با شما خیلی یاردم میکنه. خیر دوستان عزیز، سیلک در اولین کامنتاری زکریپیت کرده گای باقی مونده ویدیو را تماشا میکنیم. رفتیم جشن روز دانش. بعد از پایان یافتن تعطیلات، طلبه های ژاپنی هم مثل دیگر طلبه ها به صبرانه انتظارند تا درس ها سر شوند و طلبه های نوی خود را ببینند. بیشتر کشورهای غرب درس را در ماه سپتامبر سر می کنند، اما ژاپنی ها ماه اپریل یعنی در نیمه بهار با مکتب می روند. آن زمان گلاس ها شکوفا زدند و طبیعت خیلی زیباست. به همین خاطر میگویند که جشن روز دانش در ژاپن نسبت دیگر کشورها خیلی زیباتر میگذارد. تقویم درسی ژاپنی ها از 3 قسم عبارت است. قسم اول از ماه اپریل تا میانه های ایول، قسم دوم از اول سپتامبر تا آخر دکمبر و قسم سوم از اول ژانویه تا اول ماه مارس. شاید در نظر شما این نماد درس خواندن عجایب نماید، اما این طلبه ها در هر فصل سال چند هفته استراحت می کنند و سبب می شود که درس نوبتی را خوبتر بخوانند. اما آنها مثل ما از 3 ماه تعطیلات استفاده کردن نمی توانند. اما اگر یک طلبه ژاپنی به یک کشوری بیگانه رفته درس خواندن خواهد، برایش خیلی مشکل خواهد بود. چنانه که گفتیم تقویم درسی ما از ماه سپتامبر آغاز می شود و این با برنامه ژاپنی ها موافقت نمی کند. اما با این حال طلبه های ژاپنی از این سیستم درسی خود خیلی راضی هستند و اصلا نمی خواهند درس را وقتی سر کنند که همه برگ‌های برای زمین ریختند و هوا سرد شده است. خوراک سالم برای طلبه ها. یکی دیگر از خصوصیت هایی که مکتب های ژاپن دارند این است که طلبه ها خوراک نصف روزی را در مکتب و همراهی طلبه هایشان می خورند. آنها این قانون را سال 1889 سر کردند و از آن خیلی راضی هستند. اما شما فکر نکنید که آنها در مکتب گمبرگر، خودداغ و یا فری می خورند. مسئولان ژاپنی نسبت خوراک طلبه ها مخصوصا طلبه های صنف های پایانی خیلی حساس هستند و از خوراک های تقویت کننده و فایده‌ناک استفاده می برند. آشپز های این مکتب ها هم تحت نظارت کارشناس های تغذیه عمل می کنند و هر روز برای طلبه ها خوراک های فایده‌ناک و تقویت کننده می دهند. ماهی، گوشت، سوپ و برنج از خوراک های پرطرفدار هستند. طلبه ها در کنار همدیگر نشسته خوراک می خورند، اما بعضاً با آنها معلم ها هم همراه می شوند و این سبب می شود که رابطه بین معلم و طلبه نزدیک تر شود. شاید فکر کنید که طلبه ها این خوراک ها را دوست نمی دارند، اما باید بگویم که آنها دیگر چاره ندارند و باید همان را خورند. اینچنین به آنها آموزش می دهند که چخل با چوبچه ها برنج خورند و حتی یک دانه آن را اسراف نکنند. به همین خاطر طلبه های ژاپنی سالم ترین طلبه های دنیا هستند و در آنها فربهی کم دیده می شود. تازه کردنی مکتب. طلبه های ژاپنی هم مثل دیگر طلبه ها می خواهند که بعد تمام شدن درس زود به خانه برگشته استراحت کنند. اما پیش از برآمدن از مکتب باید یک کار مهم را انجام دهند. این کار مهم تازه کردنی مکتب است. این قانون در ژاپن با نام آسوجی جیکان شناخته می شود که به معنای وقتی تازه کردن است. فرق ندارد که مکتب دولتی است و یا شخصی. طلبه ها از صنف یکم یاد می گیرند که مکتب را باید خودشان تازه کنند. تازه کردن حاجت خانه هم به گردنی طلبه ها است. آنها کار آسوجی یعنی تازه کردن مکتب در روزهای استراحتی را هم میکنند. با این راه مکتب همیشه تازه است و در یکان روزی سال چرکینی آن دیده نمیشود. همین کار سبب شده است که شهروندان ژاپن با دیگر مردم دنیا فرق داشته باشند. بعضا دانشجویان ژاپنی اگر به یک دولت دیگر روند و گرد و اطراف خود را تازه کنند، همه به آنها با تعجب نگاه میکنند، چون که آنها فکر میکنند که تازه کردن این وظیفه شخصی دیگر است. اما ژاپنی ها با این کارشان فخر میکنند و برای آنها فرق ندارد که مردم دربارهشان چی میگویند. بیشتر مکتب های دنیا کوشش دارند که فرهنگ تازه کردن مکتب را در بین طلبه ها برواج آورند تا اینکه طلبه های مسئولیت پذیری داشته باشند. باید توجه کنیم که یک طلبه مسئولیت پذیر فردا یک شهروند مسئولیت پذیر می شود و جامعه خیلی به این افراد نیاز دارد. فرمه مکتبی. یکی از قانون های نافرم مکتب ها این فرمه مکتبی است.
در ژاپن هم نسبت فرمای مکتبی طلبه ها قانون های سختگیرانه هست و شما فکر نکنید که آنها می توانند هر لباسی را بپوشند. تمام طلبه های ژاپنی فرمای مکتبی با نام سیفوکو را باید بپوشند و این لباس دخترها یک دامنی کوتاه و یک کفته سفید داخل می شود. در پسرها هم یک لباسی ساده طراحی شده است که با آن برو، کرته و یک سویتر داخل می شود. طلبه های ژاپن با این لباس خیلی زیبا به نظر می رسند، اما همین قانون یک فرما پوشیدن طلبه ها بیشتری آنها را ناراحت می کند. اما جالبش این است که این قانون سختگیرانه در همینجا به پایان نمی رسد. در بعضی از مکتب های ژاپن حتی لباس زیر طلبه ها هم انتخاب می شود. اینچنین مدل موی طلبه ها هم در بعضی از مکتب ها تحت نظارت گرفته می شود. مثلا طلبه های مکتب هیچ وقت نمی توانند موی سرشان رو رنگ کنند و موی آنها باید سیاه باشد. اینچنین موی سرشان باید راست باشد. آن طلبه هایی که موهای روشن دارند و یا که موهای پیچیده دارند باید به مکتب فهمانند که آنها رنگ نکردند، بلکه شکل طبیعی آنها چنین است. خوشبختانه این قانون های سختگیرانه کم کم از بین رفته ایستادند و طلبه ها می توانند به آسانی نفس کشند. و معیار گرفتنی عدسه طلبه ها در صنف. طلبه های ژاپنی قانون ها را خیلی بینابد می گیرند و آنها را سختگیرانه اجرا می کنند. اما در بعض مکتب ها طلبه ها مجبورند که قانون های عجیبی را اجرا کنند. یکی از همین قانون ها تحت نظارت گرفتنی عدسه طلبه در درون صنف است. شما فکر نکنید که عدسه کردن ممکن نیست، بلکه آنها فقط به یک مقدار معین باید عدسه کنند. در بعضی از مکتب‌ها طلبه‌ها فقط می‌توانند 3 بار عدسه کنند و اگر از 3 بار زیاد شود باید از صنف برایند. خوشبختانه سازمان‌های زیادی هستند که به داد این طلبه‌های ژاپنی می‌رسند و در برابر این قانون‌های جالب و احمقانه ایستادگی کنند. البته در این وضعیت پهن شده کرونا ویروس بهتر است که این قانون اجرا شود تا شاید از پهن شوی آن پیشگیری کنند. آموزش مسئله های جنسی. مکتب های ژاپن سال 1992 آموزش مسئله های جنسی را به درس هایشان اضافه کردند. آموزش این مسئله ها از صنف های اولیه صرف می شود تا طلبه ها نسبت این مسئله مهم کم کم اطلاعات داشته باشند. البته آن چیزی که به این طلبه ها آموزش داده می شود نسبت مکتب های غربی خیلی کمتر است و فرق هم می کند. این مکتب ها بعضی از کتاب هایی که در آن مسئله های جنسی نوشته شده است را در بین طلبه ها پخش می کنند و بیشتر مردم اعتقاد دارند که این کفایه نیست و بیشتر باید به آنها آموزش داده شود. دانشمندان اعتقاد دارند که مکتب های ژاپن در این باره سست عمل کرده ایستاده است و درباره رابطه های جنسی، اندام جنسی، بیماری های جنسی و تولید مثل کم به طلبه ها می فهماند. یکی از سبب‌های کم فهماندن مکتب‌های ژاپن این است که آنها با فرهنگ خودشان این را با حیاگی می‌دانند و شاید سبب دیگرش هماهنگ نبودنی وزارت بهداشت و وزارت معارف بوده است. به هر حال چه مکتب‌های ژاپن و چه مکتب‌های تمام دنیا باید کوشش کنند که طلبه‌ها را از این مسئله‌های عادی باخبر کنند تا در آینده برای آنها مشکلی پیش نیاید. گذشتن به سال نوبتی. طلبه های ژاپنی بیشترین کوشش را میکنند تا با بهای خوب از یک سال به سال دیگر گذارند. اما باز طلبه های هستند که درس برای آنها مهم نیست و بهای کم میگیرند. در مکتب های غربی اگر طلبه یک درس را سپریده نتواند سال دیگر نمیگذارد و دوباره همان درس ها را میخواند. اما سیستم ژاپنی ها با دیگر جای دنیا فرق دارد. اگر طلبه یک فن را سپریده نتواند و بهای کم گیرد برای آنها مشکلی پیش نمیآید و حتما به سال نوبتی میگذارد. البته به فکر ما این اصلا خوب نیست، چون که طلبه ای که به یک فن اهمیت نمیدهد در سالهای نوبتی برای او مشکلی بیشتر پیش می آید. اما به هر حال این کار در بین آن طلبه ها کمتر دیده می شود، چون که آنها کوشش می کنند که همیشه با بهای خوب به سال نوبتی گذارند. تعطیلات پایان سال تحصیلی. همه طلبه ها می خواهند که بعد از مدت درس خواندن کمی استراحت کنند. طلبه های دولت های دیگر تعطیلات را به خوشگذرانی و استراحت می گذارانند. اما طلبه های ژاپن این کارها را با خود کرده نمی توانند. چون که طلبه های ژاپنی در وقت تعطیلات هم از پی اجرای وظیفه های مکتبی اشان هستند. بعد از انجام مشق ها و ورزش ها آنها باید وظیفه های مکتبی اشان را اجرا کنند که همین آنها را خیلی ناراحت می کنند. در واقع طلبه های ژاپنی در وقت تعطیلات آنقدر کار میکنند که خدا میگویند که دوباره درس ها سر شود و به مکتب برگردند. و فکرم وقتی که آنها مکتب را ختم میکنند هیچ خاطره خوبی از تعطیلات تابستانه ندارند. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. نسبت ویدیوی امروزه اگر فکر و نظری داشته باشید حتما در کامنتاری نویسید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما حتما به کانال آبونه شوید.